about Israel and the Jews. Do you believe the Holocaust happened? باید گذاشت محققان و پژوهشگران بررسی کنن. به این که در اروپا بگن هر کس در این رابطه تحقیق کنه ما او رو محکوم میکنیم در دادگاه، آیا این درسته؟ ببینید، مردم فلسطین یک حقیقتن. حق مردم فلسطین یک حق واقعی است. مراجعه کنن با آراء مردم. مگر شما به دموکراسی معتقد نیستید؟ نظر مردم رو بگیرن، یعنی نظر فلسطینی ها رو، اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی، هر کس که متعلق به سرزمین فلسطینه، آراء رو بگیرن و یک نظام کاملا مبتنی بر دموکراسی و یک نظامی که مبتنی بر آراء مردم هست در سرزمین فلسطین شکل بگیره. You have vowed revenge on the US government for the killing of your general Soleimani. کاری که دولت وقت و شخص ترامپ انجام داد برای ترور آقای حاج قاسم سلیمانی، این حقیقتاً یک جنایت بود. خب، آیا باید به این رسیدگی بشه یا نه؟ آیا باید عدالت رو دنبال کرد یا نه؟ شما که دیدید که آقای ترامپ رسماً گفت من دستور ترور دادم. خب کسی که خودش دستور ترور داده آیا نباید مورد رسیدگی قرار بده؟ چرا ترور کرده؟ اونم که شخصیت مجاهدی مثل حاج قاسم سلیمانی. ما از نوع اقداماتی که امروز امریکایی‌ها دارن انجام میدن یا از نوع اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام میده در دنیا، از اون اقدامات نمی‌کنیم. اینها دارن کارهایی میکنن در دنیا و ناامن میکنن منطقه دنیا رو. نه، ما اون چی که انجام میدیم و پیگیری میکنیم اینقدر شهامت داریم که در جمهوری اسلامی مثل زدن عین الاسد، ما رسما گفتیم ما زدیم، اعلام کردیم. لذا جمهوری اسلامی کشور مستقل با شهامت و با شجاعتی است. ما مسئله ترور شهید حاج قاسم سلیمانی رو تا اجرای عدالت باید دنبال کنیم.